با آموزش جا انداختن آستین الان در خدمتون هستیم. چون ببینید دیگه آستین برشش که انجام شده، دوختای قسمت زیر، حتی این آستین لباس شومیزمون آستین مچی بوده که به این قشنگی آموزشش رو دادیم. حالا کاپ آستین رو براتون میخوام جا بندازم. طریقه جا انداختن کاپ آستین، مهمترین قسمتش بچه ها خرد بالاشه. شما زمانی که میخواین هر آستینی رو خرد بدین، حتما باید آستینتون از رو باشه، زاپاس آستین ببینید داخل باشه، بعد به اندازه 4 انگشت باز، یا حالا اگر متری میخواییم مثلا با متر بزنید 10 الی 12 سان از این قسمت، یعنی انتهای آستین خرد نره. میایم از این قسمت کارمون رو جوری شروع میکنیم که روی پارچه به چرخ خودمون باشه، روی پارچه به چرخ، باز با فاصله چی؟ یه پایه. شروع میکنید درجه طول بخیتون رو تا انتها میبرید روی چینکش. دو تا نخ حتما داخل دست باشه که جمع نکنه. خیلی آروم اینجا رو هر چی صاف برین، اون خرد بالای آستین قشنگتر در میاد. اینو خرد میدین تا قسمت بعدی که برمیگردیم مونده به همون 4 انگشت دیگه، سرقایمی و اینا به هیچ عنوان نداره. دقتم بکنید، من حتی توی آستینم که کارمون کار خورده، باز دارم پشت کارمو میکشم که فعلا چرخ خودش چیزی رو چین نده. خب دارم اینجا نزدیک میشم، ببینید قرارمون به 4 انگشت بود تا اینجا، دوباره چک کردم. خب همینجا دیگه سوزن بیرون، پای بالا و به سمت عقب نخ رو خارج کردم. خورد و الان انجام دادیم. ببینید کار برگردوندم رو. الان که اینجا روی لباسم و روی پارچه هست، این نخ من بچه کدوم نخه؟ نخ زیر. آفرین، نخ ماکوه. نخ ماکو همیشه خیلی شلتر و راحت‌تر حرکت میکنه. این نخ که توی دستمونه، این چرت اینجا رو اگه مثلا مثل پارچه ایشون الان تور دانتل دید نداره، میتونیم یه سوزن بزنیم. اینجا رو باید جمع کنین با دستتون بیاری تا این چرت این وسط، یعنی ما چینمون نباید از این بره اونورتر. اگه بره اونورتر زمانی که آستین رو جا میندازیم آستین میپیچه. خب ببینید از دو طرف انقدر خرد جمع کردم، آوردم وسط کاپ آستین. حالا میام با دو انگشت نشانه و شست مجدد از وسط که کار بسا چرت همین آستین بود، کارو آهسته آهسته دوباره باز میکنم. الان بگردیم چرتمون رو پیدا بکنیم. اینجاست، میبینید؟ خب اینو آهسته بازش میکنم. ممکنه شما بگین شما که قرار بود اینو باز کنی، خب از چه کاری بود اول چین دادی؟ ما این کارو میکنیم خصوصا این که الان تورم هست. این فشار دست ما باعث میشه که تار و پود پارچه به هم نزدیک تر شن. الان خدای نگاه کنید چقدر این کاپ آستین اینجا خوشگل شد. تو فیلم اینو نزدیک بیاریم بگیریم. خب من الان کاپ آستینم دیگه عالیه، دیگه نیازی ندارم اینو شلتر یا سفتر کنم. از همینجا انگشتمو محکم روی نخ چینکش نگه میدارم، این مقدار اضافه‌مو مجدد چیکار میکنم؟ باز میکنم. حتی اینجا چون دیگه بهش نیازی نیست، ببینید میتونید بکشید و بشکافیدش توی دیدین؟ خب پس این شد طریقه خرد کاپ آستین. ببینید الان میخوام آستین رو به تن جا بندازم، لباسم از روه، ببینید روی لباس، اینم روی آستین. این قسمتی که سوزن زدم این تیکه راستای آستین بود، این نقطه باید به سرشونه لباسمون متصل بشه. من الان سرشونه رو باز از هم به اینجا سنجاق میکنم به این صورت. سوزن رو بر میداریم چون دیگه راستا مشخصه. حالا از داخل یه سوزن اینجوری فعلا میزنم. ببینید پس شد روی لباس به روی آستین، ولی سنجاق از قسمت داخل. حالا بر میگردونم کارو. حتما بچه ها آستین ببینید دیگه باید به خودتون باشه. آستین رو که برگردوندم دیگه، حالا سوزن رو قشنگ باید با فاصله 1.5 سانت. حالا ببینید طریقه جا انداختن آستین به این شکله. جوری باید آستین رو به تن شل بدین که یه مقدار، ببینید وقتی دست به این حالت رو به بیرون میارین، اینجا دیگه اضافه نداشته باشه. نگاه کنید بعضی از شاگردا اینجوری آستین جا میندازن، غلطه. تنه لباس ببینید بیرون، آستین رو به من، حتما دستتون به این حالت، عین مدل کاپ آستین. وقتی کار رو به این صورت میکنید، دوباره با فاصله 6-7 سانت یه سوزن دیگه با زافاس همون 1.5 فعلا.
دوباره اینو به همین حالت ببینید، یعنی هر قسمت آستینو میام این یه حالت رو اینجوری دارم توی دستم. این باعث میشه که همیشه شما آستینتون روی تنه سواره. این کار انجام میدید به اندازه 7-8 سانت مونده به درز زیر بغل. ببینید این درزی که از هم بازوتو شده، برمیگردم این سمت کاف آستین رو انجام میدم، دور نمیزنیم. پس از سرشونه به سمت جلو یه مرتبه، به سمت پشت یه مرتبه. ببینید دوباره اومدم این سمت، دوباره کارو اینجوری، دوباره یه سنجاب. درز زیر بغل، خواستم ببینم باید این درز پایین آستین چرخ میکنیم. خب حالا ببینید اصلا اتفاقا اینطور نیست. توی لباس زنونه شما همیشه ببینید، الان ما دیگه دو طرف اومدیم، حالا رسیدیم به این قسمت ها. الان نگاه کنید زاپاس پهلو با زاپاس آستین اکثرا 1-1.5 سانت. نگاه کنید مشکی هم هست، خیلی تو فیلمم پیدا نیست. این الان درز زاپاس تنم، این آستینه. خب همیشه 1-1.5 سانت به سمت جلو میگرده. توی لباس زنونه مثل مردونه درز رو از زیر جفت نمی کنیم. اینو همیشه حواستون باشه، یه وقت درز رو کامل از زیر با هم جفت نکنیم. خب الان اینجا کاملا گرد تا گرد انجام شد. شما یه کوک میزنید، چرخش میکنید، شروع میکنید برای چرخکاری. بازم من کوک نزدم، ولی بچه ها حتما کوک رو انجام بدین. خب ببینید پایه قرار بود لبه کار باشه با زاپاس 1. ما الان زاپاس دوختمون رو با 1.5 میخوایم بدوزیم. چرخ ما میتونه، ببینید ما الان سوزن میارم بیرون، کار رو میذارم لب، ولی سوزن چرخم رو میارم به سمت چپ. این الان دوخت کرد 1.5 سان، پس واجب نیست حتما پایرم مجدد ما فاصله بدیم. چرخی که الان ما داریم خودش داره تنظیم میکنه. خب دیگه اینجا حواستون باشه درجه دوخت حتما باید بیاد روی 3، با چینکش ندوزید. کار رو با همون زاپاس لب به لب پارچه، فقط باید حواستون باشه توی آستین هم قسمت کار بس و پشت رو بکشین. آستین تازه مهمتره، آستین حتما باید کشش خوب رو داشته باشه. خب حالا اینجا ساده است، میایم تا برسیم به قسمت خوردا. ببینید ما توی توضیحات به شما گفتیم ما آستین رو برای جا انداختن خورد میدیم. خورد که میگیم یعنی نباید روی لباس ما چیزی به عنوان پیلی دیده بشه. خورد یعنی وقتی از روش با چرخ رد شدی برمیگردونی فقط یه حالت برجستگی مثل پف دیده بشه. اگر یه تایی زده باشین مثل پیلی اونو باید بشکافین. ملان ببینید چجوری دستام میذارم این قسمت هایی که احساس میکنم حالت پیلیه، صاف میکنم با نوک انگشت. زمانی هم کارو دارین میذارین سعی بکنید حتما سوزنتون رو داخل کار بذارید. و من الان دوختم داره زیر نخ چینکش میره، انتهای چرخکاری داریم میرسیم. میایم روی چرخکاری قبلیمون، دیگه سرقایمی نمیخواد، 2-3 سانت رو روی هم چرخ میکنیم، سوزن رو خارج میکنیم. کوکی رو که زدیم میشکافیم که حالا مال ما الان سوزن بود. من سوزنا رو بر میدارم و کارو هنوز اوتو نشده بهتون نشون میدم. کاف آستینم اوتو کاریه مهم میداره. خب حالا برمیگردونم اینجا بچه ها، خیلی مهمه. ببینید الان با اینکه هنوز من اصلا اوتو نزدم، ببینید آستین چقدر خوشگل. بهتون گفتم اگه جایش ببینید پیلی چیزی باشه باید باز کنید. نگاه کنید آستین من هیچ جا، به اینکه حالا پارچه خوبی هم انتخاب نکردیم، ولی خب چون دید کار بچه ها بود دوختیم، چون رو مشکی دید کمه. ولی الان ببینید چقدر کاف آستین قشنگ شد. حالا آستین به این شکلم میگیرم، ببینید این آستین هنوز اوتو نداره. پس وقتی کار درست دوخته بشه اصلا اوتو آنچنان کارساز نیست. اوتو سکه لباسه. ما وقتی کار اوتو میکنیم، پرس میکنیم، به کارمون سکه میدیم، اگر نه ایراد دوخت رو که اوتو نمیتونه رفع کنه. خب متوجه شدین همه؟ خوب بود؟ آسان بود براتون؟ عالی بود. خب پس دیگه میریم برای دوخت بس آستینای بچه ها. این کار دیگه تمومه، تن مانکم میکنم نشونتون میدم.